بسیار خوب. طور که شما ببینید تیم کرکت هندوستان، البته هر تیمی که با تیم کرکت هندوستان روبرو میشه حتما در کم ترس احساس میکنه. البته تیم های جهان بسیار قوی است، مثلا ساوت افریقا و انگلند و وست اندیز همچنان پاکستان، مگر بازم تیم کرکت هندوستان بسیار موفق هستند، یک کم ترس احساس میکنند. مگر امشب ما شما که مسابقه رو دیدیم شاید ازی هستیم ما شما که تیم هندوستان یک چه زیر تاثیر تیم کرکت افغانستان آمده بود، به خاطر از اینکه بار اولشان بود که با افغانستان بازی میکنن، همراه بازیکنان هم البته امو چیشان نمیفهمید بازیشان، من اولین بارشون نمیفهمید که بازی کرکت بازی افغانستان چه قسم است، بسیار زیر تاثیر رفته بودن و ترس بودن که بازی اول ما است که با افغانستان نبا بازیم. البته تیم کپتان تیم هم با بازیکنان خود گفته بود دونی، اونا گفته بودن که شما در مقابل افغانستان بازی بسیار دلچسب کنین و بیغوری نکنین، اگر کم بیغوری کنین شاید به شکست روبرو خواهد شد. بسیار خوب. اما به نظر شما محل برگزاری مسابقات چگونه بود؟ میشه در رابطه با محل برگزاری مسابقات یک کمک معلومات بدید؟ بله، سوال خوب است. طوری که بر شما معلوم است تیم این مسابقات در کشور وست اندیز برگزار شده، البته به تاریخ اول می که دیشب بود افغانستان مسابقه داشت. این مسابقه البته در بیوسچور برام 20 جور در کشور وستنیز یک جای است، در اونجا برگزار شده. بسیار خوب. آقای زفر زی، به نظر شما بازی روز گذشته و انعکاسش بین بازی که بین افغانستان و هندوستان بود، چه انعکاسی داشت در بین دیگه ورزشکارا و تیم‌های بعدی که افغانستان با اون روبرو میشد و مسابقه خواهد میدید؟ بعضی از تجزیه نگارای کرکت بین المللی دیشب بسیار هیجانی شده بودند و حتی فکر نمیکردند که افغانستان در مقابل هندوستان به یک قسم بازی را داشته باشه، به خاطر که دیشب افغانستان اول بازی رفتن به حساب بیتینگ کردن 115 نمره را در 120 توپ به دست آوردن با سوختن 8 نفر و هندوستان توانست که در 15 اوور اونمو یا 90 توپ اونمو هدف را پوره کنه و تجزیه نگارای بین المللی فکر نمیکردن که افغانستان از 50 بیشتر نمره را به خود اختصاص بده، لیکن افغانستان توانست که از 100 بالاتر نمره را به دست آورد 115 و بعضیشان میگفتن اگر افغانستان 15 نمره اضافی دیگر را میگرفتن، یعنی 130 اگر میکردن، امکان داشت، امکان بسیار زیاد داشت که افغانستان بازی را به ببره یا مغلوب باشه. که یکی از تجزیه نگارا به نام وسیم اکرم که در دنیای کرکت یک چهره بسیار شناخته شده و یک پلیر بسیار لایق در زمان خود بود و گفتن که افغانا باید با ورزشکارایی که دیشب بازی را انجام رسانید باید فخر کنن به بازیکنهای خود، به خاطر که هندوستان قریب از 100 سال زیادتر میشه که کرکت میکنه، لیکن افغانستان 8 سال میشه که به این بازی رو آورده و به قسمی که بازی کردن کسی فکرام نمیکردن. بسیار خوب. آقای خودک شما میخواین چیزی بگویید؟ بله، من میخواستم اگر در اونا هم بسیار صحبت خوب داشتن در این باره، من اینو میگفتم تیم کرکت افغانستان اینا یادوارم شدن تابجان 130 داشت میکردن، تیم کرکت هندوستان بسیار با مشکل روبرو میشد و باز هم البته ما در این مسابقات باز از بازیکنه ما نوبال کردن که البته اونا بر چانس بر از اونا پیدا شد فری هیت که البته او بال اگر شو بازیکن نمیسد از اون بال اگر دوش اضافه کردن خو بر از اونا البته منفشان میباشه. سه چهار بار ما البته با فری هیت روبرو شدیم که امو بود یکم تاثیر به تیم کرکت افغانستان. بسیار خوب. اما آقای زفرزای، به نظر خود شما بازی افغانستان در مقابل هندوستان چگونه بود؟ مشکلات و نقاط قوتی که در برابر افغانستان بود چی بود؟ مشکلاتی که دیشب در مسابقه با هندوستان بود، بعضی از فیلدینگ که در کرکت ما میگیم کسایی که توپ را یعنی در میدان قاب میکنن یا دوباره به
کیپر ترو میکنن. در اوجه بعضی از مشکلات بسیار کمی داشتیم و یکان مشکلی که در شروع ما در شروع مسابقه که اوپنر ما کریم صادق با او قسم باید با تیز شروع نمیکرد یا کمی با حوصله مندی اگر شروع میکرد شاید نتیجه مسابقه دیگه چیز می بود. مشکل ما صرف دمی دو چیز بودن، یکی فیلدینگ و یکی شروع دمی شروع مسابقه که ما شروع به نقص کردیم. به غیر از ازی که کریم صادق کدام نمره را از آن خود کنه سوختن. بسیار خوب، سوالات در رابطه با مسابقات آینده افغانستان هم خود داشتم، اما آقای هوتک به نظر شما و اصلا بین اگه بگوین که در مورد وضعیت کرکت در چند سال گذشته چی گونه بود، یک معلومات مختصر بر بیننده ما. بسیار خوب، طور که با شما معلوم است کرکت افغانستان البته بسیار به یک قسم ساده البته آغاز شد در کشور افغانستان و بسیار از اشخاصی بودن که در این عرصه بسیار زحمات کشیدن تا توانستن که البته کرکت افغانستان رشد کنه و پیش برن و همچنان مسابقه مختلفی بود. البته کرکت افغانستان در 2001 با ICC رجیستر شده و آنجا رفتن مسابقه اولشان در هندوستان بود، بازی که داشتن در 2004 بود البته در هندوستان بودن. خب افغانستان البته مسابقات مختلف داشت که در ارجنتین بود و همچنان جرسی بود، دستاوردهای بسیار خوب داشت و همچنان با جوانان در کانادا رفتن و همچنان با انگلستان رفتن آنجا مسابقات داشتن و طور که میبینید یا آخر تیم کرکت افغانستان تیم جوانانشان هم توانست مسابقات جام جهانی اشتراک کنن. آنجا خوب بسیار خوب درخشیدن و در پالی از تیم کرکت ملی البته چند قبل در کشور دبی دستاوردهای بسیار خوب داشتن، توانستن که قهرمانی را به دست بیارن و همچنان مسابقه که پیش از اینکه به کشور هندوستان افغانستان برای مسابقه که به نام الیت کپ یاد میشد در بین ده کشور آسیایی بود، آنجا همچنان افغانستان قهرمانی را به دست آورد و توانست که بسیار آسانی به مسابقات جام جهانی بره، البته با مرام بسیار خوب که مسابقه آیندهشان انشاءالله با کشور ساوت آفریقا می باشد. و اینم باید هم برتون بگیم که در یار سال فعلا رئیس کرکت بورد محترم حضرت عمر زاخیل وال است که اونها بسیار سعی و تلاش میکنه و زمینه بسیار خوب برای بازیکنان تیم کرکت مساعد ساخته و من فکر میکنم که اونها زیاد سعی و تلاش دارن تا از این حد هم بازیکنان تشویق کنن و برنامه خوب برشان داشته باشن. بسیار خوب آقای